سلام و خیر مقدم حضور تک تک شما عزیزان که امشب مهمان برنامه شب شعر ما در کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا هستیم خیلی خوشحالم که اینجا کنار هم هستیم تا هم به آستانه به استقبال روز مادر اینجا کنار هم بریم و هم در خدمت خانم دکتر ماندانا زندیان عزیز مهمان گرامی برنامه امشبمون باشیم از کانون فرهنگ از طرف کانون فرهنگی ایرانی ناسانتا از شما خانم دکتر خیلی تشکر میکنم که این دعوت رو پذیرفتید و از دوستانی که امشب هستن هم سپاس گذارم که اینجا هستید به خاطر مناسبت روز مادر من با یک شعر کوتاه از فریدون مش... مشیری شروع میکنم برنامه رو و بعد اعلام می کنم برنامه های کانون رو و شروع میکنیم به برنامه امشب میپردازیم تاج از برق فلک برداشتن جاودان آن تاج بر در بهشت آرزو ره یافتن هر نفس شهدی به ساغر داشتن روز در انواع نعمت ها و ناز شب بتی چون ماه در برداشتن صبح از بام جهان چون آفتاب روی گیتی را منور داشتن شامگه چون ماه رویا آفرین ناز بر افلاک اختر داشتن چون سبا در مزرع سبز فلک بال در بال کبوتر داشتن حشمت و جاه سلیمان یافتن شوکت و فر سکندر داشتن تا ابد در اوج قدرت زیستن ملک هستی را مسخر داشتن بر تو ارزانی که ما را خوشتر است لذت یک لحظه مادر داشتن دوستان عزیز برنامه امشب واقعا برای خود من بسیار مشتاقش بودم و خیلی جالب و جذاب خواهد بود و امیدوارم که شما هم از این برنامه به خصوص با توجه به موضوع برنامه و اینکه خانم دکتر زندیان قبول کردن در این باره صحبت بکنن استفاده بکنید و خانم دکتر زندیان عزیز با اجازه شما من یک مقدمه خیلی کوتاه و یک بیوگرافی خیلی کوتاه که خود خانم دکتر زندیان لطف کردن و این رو برای من فرستادن رو با دوستان براتون میخونم خانم دکتر زندیان واقعا چهره فرهیخته و شناخته شده فرهنگ و ادب معاصر ایران هستند و واقعا درباره خدمتی که ایشون کردن به فرهنگ و ادبیات ما نمیدونم هیچ جای شکی نیست و خود من به شخص واقعا سپاسگزارم صمیمانه از طرف خودم هم نسلان خودم و نسل های آینده که واقعا شما آثار ارزشمندی رو برای جامعه ایرانی و جامعه فرهنگی ما به جا گذاشتید و خب آثار شعرتون هم که واقعا همه زیبا و من به شخص علاقه زیادی دارم به اشارتون بنابراین فقط میخوام خدمت دوستان ارز بکنم که در مورد ایشون بایوگرافی و زندگی نامه کوتاه خیلی در سایت های مختلف هست و همیشه تایم زمان زیادی رو در مورد این مسئله صحبت کرد ولی ایشون خودشون واقعا یک مقدمه سرشار از تواضع و مختصر برای ما فرستادن که من با اجازهشون و با اجازه شما دوستان میخونم براتون ماندانا زندیان شاعر نویسنده زاده اصفهان و دانش آموخته رشته پزشکی در ایران است زندیان عضو هیئت تحریریه فصلنامه رهاورد است و پیشینه یازده سال نویسندگی تهیه و اجرای برنامه صدای شعر امروز در همکاری با برنامه رادیویی هما سرشار و 20 سال پژوهش درباره سرطان‌های پیشرفته و مهاجم در بیمارستان سیدرز ساینای مدیکال سنتر را در کارنامه خود دارد. هفت مجموعه شعر منتشر کرده که تازه از صدای سایه های هم بودیم نام دارد. دیگر کتاب های منتشر شده زندیان، امید و آزادی، زندگی نامه ایرج گرگین، احسان یارشاتر در گفتگو با ماندانا زندیان، زندگی نامی دکتر احسان یارشاتر، بازخانی ده شب، مجموعی از مصاحبه‌ها با شاعران و نویسندگان پیرامون ده شب شعر انستیتی و در تهران و ویرایش و تدوین کتاب یاد داشت ها مجموعی متون مستقلی که دکتر احسان یارشاتر در یک بازی زمانی 26 ساله زیر عنوان یادداشت برای نشریات ایران نامه و ایران شناسی نوشته بود سرو ایرانی و جوانه های تجدد در گفتگو با عباس میلانی 2023 انتشارات شرکت کتاب لس آنجلس کتاب ماندانا است. ماندانا زندیان همچنین تهیه و اجرای پادکست یک دریچه آزادی را در زمینه ادبیات فارسی بر عهده دارد. با اجازه خانم دکتر زندیان من یک شعر کوچیکم انتخاب کردم که بخونم برای دوستان باز شعرهای مورد علاقه خود من هست من و تو از خیابان انقلاب گذشتیم در بهارستان مشروط خواندیم در جمهوری دویدیم و آزادی همیشه چند قدم از گاز اشکاور جلوتر بود ما دیده نمی شدیم و آزادی دیده نمی و برگ تاریخ در حافظه درختان شهر که در جستجوی رأی ما روزنامه‌های های ممنوعه می شدند سبز می شد. واقعا خیلی سخت بود که در حضور خودتون شری از شما بخونم ولی واقعا برای من باعث افتخار هست که انشب کنار شما هستم و با دوستان عزیز در خدمتتون هستیم من از خانم دکتر ماندانا زندیان جسارت کردم و خواهش کردم که امشب خودشون ما رو بیشتر با آثارشون و با ادبیاتشون و با شعرشون و با نثرشون آشنا بکنن و کارهایی که کردن و خدمت زیادی که به فرهنگ و ادبیات فارسی کردن و سرزمین ما کردن خواستم از زبان خودشون اینجا کنارشون باشیم و بیشتر درباره نیت‌ها، خواسته‌ها، اهدافشون، افکارشون که واقعا به نظر من جاش خالی بود زمانی که به خصوص خودم تحقیق کردم در مورد ایشون ایشون یکی از شاعران مورد علاقه من هستن احساس کردم واقعا جای این خالی هست و برای نسل من و نسل آینده و شما دوستان عزیز امیدوارم که واقعا بتونیم همونطور که خودشون در تهیه و تدوین بسیاری از آثار فارسی و ادبیات و فرهنگی و تاریخی ما برای آرشیو اونها اینقدر تلاش کردن واقعا امیدوارم ما هم بتونیم اینجا در کنار شما از خودتون و درباره کارهاتون بیشتر یاد بگیریم و آشنا بشیم باهاشون و بعد هم در آخر برنامه نیم ساعت آخر برنامه دوستان اگر سوالی دارید یا گفتگوی دارید با خانم دکتر زندیان میتونید حتما در اون قسمت سوال و جواب هم کنار ایشون باشید زندیان بخشید که من زیادی صحبت کردم خواهش میکنم بفرمایید بازم ممنون ازتون که اینجا هستیم آهش میکنم وقت همگی به خیر سپاسگزارم از کانون فرهنگی ایرانیان آتلانتا سپاسگزارم از خانم ساناز موسوی عزیز ساناز جان دیگه من انقدر اینقدر شرمنده کردید یه ذره سخت الان ادامه دادن بعد از لطف شما و سپاسگزارم آقای دکتر مدرسی خانم دکتر ورزگر همه دوستانی که همت میکنید و این فرصت ها رو فراهم میارید که بسیار بسیار مهمه در این پراکندگی که ما ایرانیان داریم فکر میکنم اینکه میتونیم به این شکل با هم باشیم واقعا ارزش افزوده داره برای من خیلی با ارزشه و خیلی ممنونم که به من هم این فرصت رو دادید و همچنین از همه دوستانی که بعد از ظهر جمعه رو با ما قسمت میکنن به لطف سپاس گذارم. امیدوارم که بتونم در حد بزاعتم مطالبی شایسته وقت شما تقدیمتون کنم. در صحبتی که با ساناز جان داشتیم همونطور که گفتن فکر کردیم من کمی درباره نگاه خودم به ادبیات ابتدا صحبت کنم و بعد هم کمی از تجربه های شخصی خودم در این مسیر واقعا برای اولین بار صحبت کنم گفتم خدمت ساناز جان تا حال هیچ وقت من راجبت مسیری که خودم طی کردم در حد بزاعت اندکم صحبتی نکردم ولی خوشحالم که در این جمع این موضوع رو باز کنیم و من سعی میکنم صحبت ها مختصر باشه به شکل سرفصل هایی باز شه و بعد بتونیم بقیه برنامه رو بیشتر به گفتگو و شعرخانی بپردازیم ترجیح من واقعا اینه همه با هم بیشتر بتونیم صحبت کنیم تا اینکه من بخوام تکگویی داشته باشم و همچنین روز مادر بر همگی مادرانی که در جمع حضور دارن بر خود ساناز جان عزیز فرخنده باشه آفرین به شما که با وجود داشتن کودک کوچولو همت میکنید و برای این کارها وقت میذارید من میدونم همین هفته, یکی دو هفته گذشته شاید چهار پنج بار من وقت ساناز رو گرفتم برای هماهنگ شدن این کار اصلا اینطور نیست که فقط این دو ساعته یعنی واقعا ایشون وقت میذارن زحمت میکشن و اینا خیلی ارزش داره و من مطمئنم که این زحمت های فرهنگیه که آینده رو بهتر میکنه هیچ کاری به نظر من به اندازه کار فرهنگی جامعه رو آخره به اون جایی که باید نخواهد رسوند و مرسی سانس جان و مرسی از همه دوستان دیگه و همچنین خیلی ممنون از سرکار خانم دکتر یاوری که بر من منت گذاشتن اینجا هستن من خدمت خودشونم همیشه گفتم کلمات من در هر زمینه ای که نوشته شدن شاگرد ایشونن یعنی ایشون واقعا حق و حرمت آموزگاری زیادی بر من دارند شروع میکنیم کمی درباره ادبیات به اون معنای فراگیرش از نگاه من صحبت میکنیم به نظر من ادبیات در انواع یا به اصطلاح ژانرهایی که در بر میگیره یک مسیر برای کشف ارتباط انسان با هستی ما به واسطه متنهایی که از زمانها و مکانهای گوناگون در اختیارمون قرار میگیره یعنی به دستمون میرسه میتونیم با چشماندازهای متعددی آشنا بشیم به انسان، به جهان، به زندگی به ارتباط آدمها با همدیگه، به ارتباط آدمها با هستی و وقتی میگم زمانهای گوناگون منظورم قرنها یا حتی هزاره های متفاوته که موتونشون به هر حال امروز در دسترس ماه و درباره باره مکانها هم بیشتر اشارم به جغرافی های فرهنگیه یعنی ما هم حافظ میخونیم، سعدی میخونیم، هم شکسپیر میخونیم، دانته میخونیم حتی هم هنوز یک ارتباطی داریم با خاطرات آگوستین که 1600 سال پیش نوشته شده این بخت بلندی که ادبیات در اختیار ما میذاره یعنی چشمنداز های بیشماری که باز میکنه به روی ما به نظر من باعث میشه ما به زندگی خودمون و به رابطه خودمون با هستی با آدم های دور با جهان بتونیم با روایت های متکسر نگاه کنیم به جای اینکه فقط یک تک روایت یا برداشت خودمون رو از زندگی داشته باشیم و این باعث میشه ما از یک یقینی که متاسفانه امروز در جهان زیاد دیده میشه یعنی افراد زیادی فکر میکنن که حق با اونهاست حقیقت در دست اونهاست و اونها درست میگن ما به کمک ادبیات به نظر من از این مرحله میتونیم عبور کنیم چون وقتی ما روایت های متکسر میخونیم فقط درباره اون نویسنده یاد نمیگیریم ما همچنین پس زمینه های اجتماعی متن رو میخونیم ما وقتی سعدی رو میخونیم مثلا گلستان رو میخونیم در ضمن متوجه میشیم که رابطه مردم رابطه وزرا با قدرت در اون زمان چگونه بوده اینا همه به ما کمک میکنه که بتونیم خودمون رو یک ذره از مرکز جهان بیرون بذاریم و بتونیم یک نگاه پذیرنده تری داشته باشیم و این در واقع اون چیزی است که ما رو به همدلی نزدیک میکنه اون چیزی که در زبان انگلیسی امپاتی بهش میگیم ادبیات واقعا ایجاد همدلی میکنه یعنی تجربه شخص نویسنده رو در درازای زمان تبدیل میکنه به همدلی های عمومی چون هر کدوم از ما میتونیم یک برداشتی از یک تجربه شخصی یک نفر در یک زمانه ای داشته باشیم از نظر حتی علم پزشکی و بیولوژی هم امروزه ما میدونیم اینو که خوانندگان متون متونی که ما بهشون میگیم ادبیات خلاق یعنی مثلا شعر یا داستان رمان اینها یک مسیرهای عصبی تازه‌ای در سیستم اعصاب مرکزیشون ایجاد میشه که کمک میکنه به اینکه این همدلی هی نیرومندتر بشه و فقط با خوندن سی صفحه ادبیات خلاق در شبانه روز این اتفاق واقعا در سیستم اعصاب مرکزی ما میافته. حالا برای اینکه زیاد وارد این بحث پزشکیش نشیم من الان از این موضوع رد میشم ولی اگر علاقه مند باشید در بخش پرسش و پاسخ میتونیم به این بپردازیم چون واقعا یک پژوهش نسبتا تازه و بسیار شگفتیاوریه که چگونه ادبیات کمک میکنه که ما انسانهایی بشیم که واقعا بتونیم خودمون رو جای آدم های دیگه بذاریم و به جای اینکه قضاوت کنیم از دریچه چشم اونها همه چیز رو نگاه کنیم چیزی که دست کم به نظر من جهان امروز خیلی کم داره خب گفتیم ادبیات ما رو با روایت های متعددی آشنا میکنه من فکر میکنم این باعث میشه ما از یقین عبور کنیم و برسیم به اون چیزی که بهش میگیم تفکر همراه با انتقاد یا تفکر انتقادی در واقع ما به طرح پرسش میرسیم با خوندن ادبیات ما وقتی با روایت های متکثر آشنا میشیم در زمان های متفاوت کم کم فکر میکنیم که این جهانی که دور و بر ماه این شکلی از رابطه که بین انسان ها امروزه وجود داره و به ما گفته میشه که همین جهان همه چیزها این چیزیه که ما داریم به تو ارائه میدیم ما کم کم اینو زیر پرسش میبریم و فکر میکنیم که خب چرا نمیتونه اینطوری باشه و اون چیزی که در تصور ماه بیشتر و بیشتر پرسش های بیشتری رو در واقع در درون ما بر میکشه و ما سعی میکنیم اون بدیل هایی رو که دوست داریم در تصور خودمون بپرورونیم و فکر کنیم خب این جهان میتونه اینطوری هم باشه رابطه دوتا آدم مثل اون داستانی که من خوندم میتونه اینطور هم باشه تصویر ارتباط من به عنوان یک فرد با هستی مثل اون شعری که خوندم میتونه طور دیگری هم باشه و کم کم تلاش میکنیم که اون بدیلی رو که دوست داریم دست کم در زندگی خودمون تا اونجایی که برامون مقدوره ایجاد کنیم یعنی ادبیات به ما شهامت این تصور رو میده که اون چیزهایی که به ما میگن ناممکنه الزاما ناممکن نیست میتونیم ممکنش کنیم و خیلی از اتفاقها در به نظر من مسائل اجتماعی سیاسی حتی علوم دیگه افتاده که واقعا وقتی مطالعه میکنیم میبینیم آغازش در ادبیات بوده به عنوان نمونه احتمالا بیشتر ما میدونیم که یک روزی یک نویسنده ای از خودش میپرسه چرا آدم ها نمیتونن زیر دریا سفر کنن احتمالا اون موقع همه فکر میکردن اصلا چه فکر علمی تخیلی شگفتی آوری ولی سالها بعد فیزیکدان ها به این نتیجه میرسن که واقعا میشه یک چیزی ساخت که اسمش رو میذاریم زیر دریایی و میتونه زیر دریا سفر کنه و در ضمن ما حیات زیر آب رو هم مطالعه کنیم یک اتفاق به نظرم باز آشنایی دیگه اینه که یک خانم نویسنده یک کتابی مینویسه داستان مینویسه که قهرمان این داستان یه پزشکه که این پزشک میتونه با حیوانات حرف بزنه حالا قادره که با زبان همه حیوانات دنیا رو میتونه حرف بزنه و چون حیوانات خب یه ملاحظه ها و تعارف هایی ندارند کم کم این شروع میکنه از حیوانات یاد میگیره که چه رفتارهایی داشته باشه که بیشتر خوب باشه یا مردم چرا چون این رفتارهایی دارن و همین داستان خیلی سرگرم کننده و بامزه بعد از چند سال به این میانجامه که الان ما در نوروساینس یک رشته رفتارشناسی داریم که واقعا روی حیوانات مطالعه میشه حالا لازم نیست باشون حرف بزنیم ولی موقعیت خاصی رو براشون ایجاد میکنیم که ببینیم اونها چطور رفتار میکنن و یاد گرفتیم که این چقدر قابل استفاده است در کارهایی که ما میخوایم درباره انسان انجام بدیم پس ادبیات درسته که میتونه در خیال شروع بشه ولی به نظر من هرگز به خیال محدود نمیمونه و میتونه خیلی در زندگی فرد و در زندگی جامعه و در جهان تغییرات مهم ایجاد بکنه و منظورم هم اینو یعنی دوست دارم تاکید کنم که وقتی از ادبیات صحبت میکنم فقط منظورم به نویسنده نیست خواننده متون ادبی هم تمام این بهره ها رو به اندازه نویسنده از ادبیات میبره چون بین متن و خواننده و نویسنده همیشه یه ارتباط برقراره یعنی اگر نویسنده مذارت میخوام اگر خواننده منفعل نباشه خودش هم فکر کنه وقتی داره میخونه و کمک کنه به معنا آفرینی برداشت و روایت خودش رو خلق کنه خواننده ادبیات هم به همون اندازه داره همدل میشه داره تفکر انتقادی رو در خودش پرورش میده و داره به پرسش های تازه میرسه به ما میگن که تمدن ها و فرهنگ ها از استوره ها از دل استوره ها بیرون آمدن این واقعا یک بحث مفصلی است که راجبش کتاب های زیادی نوشته شده خب میدونیم که داستان های نخستین داستان هایی بودند که نیاکان ما یک روزگاری ساختند و برای همدیگه تعریف کردند و اینها سینه به سینه گشته و تا امروز هم از محبوب ترین داستان های همه ماست یعنی شخصیت های داستان های اسطوره اتفاق هایی که در جهان اسطوره افتاده امروز هم همچنان باز تعریف میشه و به ما کمک میکنه که اون حرفایی رو که میخوایم بزنیم روشنتر و دقیقتر ابراز کنیم من فکر میکنم اگر ما یه کمی باریک بشیم در این موضوع میبینیم که نیاکان ما در این داستان های هیچ چیزی رو بر اساس واقعیتی که جلوی چشمشون بوده نساختن به عنوان داستان. هیچ وقت هیچ قطعیتی نبوده که اینها میدیدن و کاملا میدونستن و اون رو قصه کردند. برعکس کاری که امروز معمولا اتفاق میافته یا اون رو شعر کردن حتی زمان شروع داستانشون یا مکان شروع داستانشون هرگز قطعیتی نداره هیچ وقت داستانهای اسطوره‌ای رو شروع نکردم با اینکه مثلا شب گذشته که اینجا آتش بود این اتفاق افتاد همیشه گفتند روزی روزگاری هر کدوم از ما میتونیم یک روزی و روزگاری رو تصور کنیم نیاکان ما داستانهای اسطوره‌ای رو اتفاقا بر اساس همه چیزهایی که نمیدیدن نمیدونستن و نمیتونستن انجام بدن ساختن بر اساس چیزهایی که تصور میکردند چون این شهامت رو داشتن که هر ناممکنی رو تصور کنند و به همین دلیله که تونستن فرهنگ و تمدن بیافرینند چون هر تغییر به نظرم چه تغییر در فرد خود من بخوام ایجاد کنم چه تغییرات بزرگی که ما دوست داریم در جامعه و در جهانمون ایجاد بشه اول از همه باید تصور شه من اگه نتونم خودم حتی تصور کنم که میخوام چه تغییر ایجاد کنم هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد و اگر ما این توان رو از دست بدیم اگر از ادبیات که به ما این توان رو میده فاصله بگیریم اون تغییرات در واقعیت جهان به نظر من خیلی بعیده که اتفاق بیفته نیاکان ما خودشون رو تکرار نکردن خودشون رو محدود نکردند. اونقدر تصور و تخیل خودشون رو بازگذاشتند که امروز ما میگیم تمدن ایجاد کردند از تمام اون چیزهایی که اونها نداشتند و ما داریم و متاسفانه اون تمدن رو تازه بهش آسیب هم میزنیم یک امکان دیگری که ادبیات به نظرم به همه ما میده اینه که ما سفر میکنیم ما وقتی یک شعر یا یک داستان از هر جایی که نوشته شده هر شهری هر کشوری میخونیم کاملا به اون فضا سفر میکنیم و این به ویژه برای زنان در طول تاریخ خیلی مهم بوده مطالعه این متون چون حق آزادی حرکت از حقوق سنتی زنان محسوب نمیشده نه فقط در ایران اساسا در جهان حتی در داستانهای کودکان اگه ما دقت کنیم مثلا در داستان معروف سیندرلا وقتی که دارن دنبال اون دختری میگردن که صاحب اون کف لنگ کفشه در شهر دنبال دختری میگردن که کوچکترین سایز پا رو داره و بعد پیدا میکنن که این خانم سیندرلا بوده که در ضمن هم همیشه در یک زیرزمینی محدود بوده یا مثلا زیبای خفته که اصلا اصولا خوابیده بوده تا حالا یه کسی بیاد او رو ببوسه و او بتونه حرکت کنه شخصیت های خوب داستان ها همیشه اینطوری بودن و درست برعکس زنانی رو که خواستن به ما بگن این شخصیت بده مثل جادوگرای همین داستانها نه تنها حرکت میکردن اصلا سوار جارو میشدن پرواز میکردن میتونستن از خونه از شهر همه جا برن بیرون هر چقدر دلشون میخواد آزادی حرکت داشته باشن در روزگاری که این بوده و فقط هم میدونیم در داستان نبوده در واقعیت هم در روزگاران گذشته در چین میدونیم هممون دیگه پای دختر بچه ها رو میشکستن مخصوصا استخوان های پا رو و اینها رو با یک نواری میبستن طوری که خیلی کج جوش بخوره و این بچه ها وقتی که بزرگ می شدن اصلا نتونن زیاد حرکت کنن نتونن زیاد دور بشن نتونن تند حرکت کنن خب در اون روزگاری که اینطور بوده که خیلی هم دور نیست این روزگار ما میبینیم که زنان میتونستن با خوندن ادبیات بدونن در دنیا داره چی میگذره و من فکر میکنم ما وقتی که میدونیم چه حقوقی داریم بالاخره یه جایی برای به دست آوردنش تلاش میکنیم این آگاهی همیشه اولین قدمه برای اینکه بتونیم یه کاری رو انجام بدیم به تمام این دلایل و دلایل پرشمار دیگه به نظر من خواندن و نوشتن هر دو یعنی کل ادبیات هر جور ارتباطی که ما با ادبیات داریم واقعا نوعی کنشگریه یعنی فقط یه کار منفعل نیست که من شعر بخونم یا بنویسم داستان بخونم یا بنویسم اصولا زندگی من رو به عنوان یک فرد و تا حدی که من میتونم اثر بذارم زندگی اطرافم رو حتما متاثر میکنه با این توضیح که امیدوارم خستتون نکرده باشم من دقایقی درباره تجربه خودم صحبت میکنم من نوشتن رو از دوران دبیرستان با نوشتن شعر شروع کردم و خیلی خیلی برای مسئله شخصی بود یعنی خب البته که ما حالا انشا و اینها می نوشتیم ولی منظورم کار غیر موظفه کاری که خودم شروع کردم انجام بدم خیلی شخصی بود خیلی بیشتر برای ابراز عواطف و احساسات خودم بود و حتی تا سالهای تقریبا پایان دانشگاه هم هیچ وقت برای کسی نمیخوندم شعرامو یعنی همینطوری فقط مینوشتم ولی فکر میکنم به خاطر اون جنسی که ادبیات داره به خاطر همه ویژگی هایی که الان با هم مرور کردیم خود شعر کم کم مسیرش رو طوری تغییر داد که اون شعری که خیلی ساده بود و شخصی بود کم کم هی مسائل پیرامون رو به خودش راه داد من واقعا دستی در این کار نداشتم یعنی نه اینکه خواست من نبود نه مقاومتی داشتم نه فشاری داشتم ولی مسئله اینه که ماهیت نوشتن اینه که خب دلش میخواد زندگی کنه من عمیقا معتقدم که کلمات زندن کلمات همیشه صمیمیترین دوستان من بودن الان دیگه سالهاست که میگم کلمات تنها معشوق منن و چون زندن و زندگی میکنن به حقوقشون آگاه میشن و فکر میکنن مثلا آزادی حق طبیعی شونه فکر میکنن که احترام گذاشتن به حریم شخصی حق طبیعی شونه و وقتی که در یه جامعه دارن زندگی میکنن که این حقوق رو ندارن خب پرسش مطرح میکنن هیچ معنی هم نداره که مبارز اجتماعی هن مبارز سیاسی هن، فقط یک موجود زندن و به خاطر ویژگی هایی که دارن شروع میکنن به نقد کردن و پرسیدن واقعا برای خود من خیلی جالب هنوز حتی برای من این موضوع جالبه من هیچ وقت اگر بخوام خودم یه معرفی راجع به خودم بنویسم هیچ وقت نمی نویسم کوشنده اجتماعی چون فکر میکنم این یه کار خیلی بزرگی است که کسی تمام زندگیش رو گذاشته برای ایجاد یک تغییر ولی از بیرون خیلی ها وقتی که خودشون یه متنی راجع به من می نویسن مثلا میگن شاعر نویسنده کوشنده اجتماعی من همیشه هم گفتم نه این یک اعتبار زیادیه من واقعا کوشنده اجتماعی به اون معنی نیستم یه مدتی به این موضوع فکر کردم و دیدم مسئله اینه که همونجور که گفتم وقتی شروع میکنی به نوشتن خودش وارد نوعی کنشگری میشی اصلا لازم نیست که بخوای اینو برای خود تعریف کنی یعنی خانم دکتر فرزانه میلانی یه بحثی دارن میگن هجاب فقط لباس نیست که ما چجوری لباس بپوشیم یا مومونو بپوشونیم یا نپوشونیم زنی که شروع میکنه به نوشتن بزرگترین کشف هجاب و کرده برای اینکه اگر هجاب به این معنیه که تو خودت رو داری نشون میدی به جامعه اون خود واقعی تو اون متنه نه اینکه مثلا موی منه و از یه طرف دیگه میدونی در جامعه که ما زندگی میکنیم من حتی اگه یه شعر خیلی ساده یه عاشقانه بنویسم خب من اگه از موی سرم بنویسم در تخالف با سیستم قرار میگیره اگه از صدام بنویسم اگه از نمیدونم تنم بنویسم اصلا اگه وجود داشته باشم به نوعی در تخالفم با یک سیستمی که با من در زدیته در نتیجه هر کاری که من بکنم وقتی که اون به قول خانم میلانی اون نوع کشف هجاب رو انجام دادم تعبیر میشه به کوشندگی اجتماعی تعبیر میشه به نوعی کنشگری در نتیجه حالا دیگه نمیشه راجع بشم بحثی کرد من میگم هر برداشتی که میشه داشته باشن همین موضوعه حال کار شعر من این مسیر رو خودش طی کرد و همینطورم هم داره پیش میره یک مسئله دیگه نوشتن درباره یعنی در واقع معرفی کتاب بود که من همیشه این کار رو انجام میدادم و خیلی دوست دارم منتها واقعیتش اینه که اون تعریف به اصطلاح علمی که داره نقد و تحلیل و معرفی کتاب و هیچ وقت مورد نظر من نبوده یعنی معرفی کتاب برای من یه جور مثل شعر بوده هر وقت کتابی خوندم که عمیقا حز بردم از خوندنش دقیقا مثل یک تجربه دقایقی که دلم خواسته شعر بشه دلم میخواد اون کتاب رو دیگران هم بخونن در نتیجه معرفی کتاب من هیچ وقت اون فرم دانشگاهی رو که قرار داشته باشن با یک توضیحاتی نمیدونم شروع اینطوری میشه بعد یه بدنه ای داره نتیجه گیری میشه واقعا اینو رایت نکردم اسمش هم هیچ وقت نذاشتم نقد و تحلیل و هیچ چیز واقعا برام توی نوع ادبی شعرم قرار میگیره بیشتر بیان حسیه که من داشتم و فکر میکردم اگر دو نفر دیگه هم از خوندن این کتاب همین اندازه حز ببرن خیلی خوبه در نتیجه من هر کتابی که راجبش نوشتم همیشه کتابی بوده که عاشقش بودم هیچ وقت به این منظور که بیام بگم این کتاب این مشکلات رو داره یا اینها که معرفی کتاب نکردم بعد از اینکه من از جغرافیای ایران به هر حال مجبور شدم بیام بیرون کار سومی سو به این دو مجموعه در واقع اضافه شد واقعیتش اینه شاید من برای اولین بار دارم حتما یعنی برای اولین بار اصلا این حرف رو در جمع میزنم من وقتی از جغرافی ایران بیرون آمدم اصلا برام راحت نبود که بتونم اونجور که دلم میخواد زندگی کنم یعنی انقدر وابستگی های زیادی به جغرافی های فرهنگی داشتم حتی در زمینه یه کار پزشکی که هیچ وقت مثلا عشق زندگی من نبوده ولی به هر حال یه برنامه هایی داشتم که با سازمان های خیریهی قرار بود کار کنم نشد اینها و آمدم بیرون نیاز داشتم به یک دلیل نیرومندی که من بتونم اینجا اون موهبتی که اسمش عمره رو درست قدر بذارم یعنی نذارم همینطوری هدر بره و بگذره اون دلیل نیرومند هم خب میدونم به عنوان یه زن که تو ایران به خصوص میخوای بنویسی ممکنه هزار دلیل بشه آورد که چرا نمیتونی اونجا کار کنی حالا من تازه یه دلیل مسئله جنبش دانشجوی 18 تیر 78 هم اضافه بر اونها بود ولی اینها برای من دلیل قانع کننده نبود من باید یه کاری میکردم که باور میکردم حضورم در اینجا میتونه اینه این باشه که حضورم در جغرافی های فرهنگی ایرانه و کم کم متوجه شدم که نسل فر... یک نسلی در واقع از فرهنگیان متقدم بر من نسل قبل از من که بعد از سال 1357 خیلی ناگهانی مجبور شدن که جغرافی های ایران رو ترک کنن و خیلی هم دشوار باید زندگی رو اینجا می ساختند یعنی من وقتی آمدم یک جامعه ایرانی اینجا ساخته شده بود ما واردش شدیم به عنوان یک ن... کسی هستم که نسل دومی هستم که مهاجرت کرد ولی اونها وقتی آمدن نه تنها باید یه زندگی شخصی می ساختن باید یک جامعه می ساختن اه... یک کتابی دارن خانم هما سرشار که تمام اون روزها رو به شکل روزنوشت توش ثبت کردن به نام در کوچه پس کوچه های غربت مثلا در اون کتاب نوشتن همون سال اولی که آمدن سال بعد از انقلاب وقتی که نوروز شد میخواستن سین بندازن در تمام شهر لس آنجلس نمیتونستن یه گل سنبل پیدا کنن و هی فکر میکنم مثلا دقدقه در این حد بود که ما چجوری سین رو بچینیم خب میدونید برای من خیلی متفاوت بود جامعه ای که من آمدم اینجا ما کتاب فروشی داشتیم الان که فروشگاه های غیر ایرانی هم از بهمن اینجا سنبول میارن در لس آنجلس چون میدونن جامعه ایرانی خیلی میخوان این چیزا رو بگیرن به حال منظورم اینه که اصلا نه امکانش بود براشون نه توانایی به هر شکلش بود که بخوان بشینن اون چیزی رو که پشت سر گذاشتن ثبت کنن چه در زندگی شخصیشون چه به عنوان دستاورد فرهنگیشون که در واقع بخشی از تاریخ ماست دیگه تاریخ اجتماعی ما بود ولی از اون طرف افرادی در داخل ایران بودن که خب با سیستم به هر حال همکاری میکنن و میکردند که اینها درست برعکس همه امکانات رو مالی پشتیبانی همه جور در اختیار داشتن برای اینکه روایت مخدوشی از همون آدما رو ثبت کنن و میدونیم که میکردن چقدر کتاب نوشتن راجع به این شخصیت ها چقدر نمیدونم برنامه تلویزیونی ساختن حالا بگذاریم که همه اونها نتیجه معکوس میداد ولی به هر حال اینها یک متونی رو ثبت میکردن دیگه و من فکر کردم اگر ما کاری نکنیم صد سال دیگه نمیدونم هر چقدر 300 سال دیگه که اون نسل نیست و نسل بعدیش هم که تا اندازه ای به هر حال خاطراتی داره از اون موقع که نسل منه نسل منم نیست تنها روایت باقی مونده میشه اون روایت مخدوش چون اونا همه جور امکاناتی برای نوشتنش چاپش توضیحش تبلیغش داشتن و خب یه نفرم من طبیعتا و در حد بزاعتم فکر کردم اون چیزی که من کمک میکنه که من بتونم هنوز احساس کنم دارم یه کاری میکنم و فقط زنده نیستم اینه که تا اونجایی که میتونم این روایت ها رو ثبت کنم و واقعا برای هر کدومشون سالها وقت گذاشتم خب چون کار تمام وقتم داشتم مثل احسان از جان بچه کوچیک داشتم حالا الان دیگه من سنم زیاد شده پسرم مثلا دانشجوه خیلی موضوع فرق کرده ولی اون کتابایی که ساناز جان نام بردن زندگی حرفه ای رج گرگین اولین کاری که در این زمینه انجام دادم اون بود و بعد آقای دکتر یار شاتر که خب متاسفانه هیچ کدوم از اون دو دیگه در بین ما نیستند و چقدر خوب که ثبت شد اون کارها و بعد هم یک بازخانی کاملی بود از مجموعه آثار آقای دکتر میلانی چون در زمینه یه تجدد خیلی کار کردن یعنی در واقع از تز پایاننامه تحصیلیشون این موضوع بوده تا الان و من اینا رو یه بازخانی کردم که یه برداشت کلی خودم رو از اونها به شکل پرسش و پاسخ باشون مطرح کنم و ده شبم خب یک مج... اتفاق مهمی بود که در سال 56 در ایران افتاده بود من اون آدم ها رو پیدا کردم اونها هم متاسفانه خیلی دیگه با ما نیستن و نگاهشون رو به اون اتفاق و نگاه امروزشون رو پیشینشون رو اینها رو در یک کتابی ثبت کردیم و الان هم مدتیه که مشغول کار درباره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستم و زندگی بنیادگذار کانون و مدیراملش خانوم لیلی امیر ارجمند داریم با هم این کار رو انجام میدیم میدونید حال این در حد بزاعت منه امیدوارم بازم بتونم این کار رو ادامه بدم من صحبتم رو با بیتی از سعدی به پایان میبرم که میگه به راه بادی رفتن به از نشستن باطل اگر مراد نیابم به قدر وس بکوشم و این حد وسع من بود خیلی هم سپاس گذارم از همگی و در خدمتتون هستم هر طور که برنامه رو از این به بعد ساناز جان بگد پیش ببریم